آخرین برآوردها نشان دهنده افزایش 20% پناهندگان معادل 500,000 پناهنده در مقایسه با سال 2023 است که به سبب طولانی شدن وضعیت جابجایی‌های دست جمعی، وجود درگیری‌های جدید و تأثیرات تغییرات آب و هوایی رخ داده است. در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه کرده توجه فرمایید. سازمان بین المللی مهاجرت به مناسبت روز جهانی پناهندگان گزارش داد که در سراسر جهان هر 3 ثانیه یک نفر به دلیل خشونت، جنگ و آزار و اذیت آواره می شود. در همین رابطه کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم گزارش داد که افغانستان با 558,000 نفر دارای بیشترین تعداد پناهنده در جهان است و سودان جنوبی با 242,000 نفر، مسلمانان روهینگیا از میانمار با 226,000 نفر، سودان با 172,000 نفر و کنگو با 158,000 پناهجو در رتبه های بعدی قرار دارند. طبق آمار سازمان بین المللی مهاجرت، در حال حاضر از هر 114 نفر روی زمین یک نفر پناهنده است. بر اساس این گزارش، برای 9th سال متوالی، سوری‌های آواره همچنان بالاترین نیاز به اسکان مجدد را دارند. انتظار می‌رود تقریباً 1,000,000 پناهنده سوری از طریق این برنامه به حمایت نیاز داشته باشند. رابرت پایپر، مشاور ویژه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نشست خبری در دفتر سازمان ملل در ژنو در مورد راه حل‌هایی برای مشکل آوارگی داخلی اعلام کرد که 76 میلیون آواره داخلی در سراسر جهان وجود دارد. پایپر یادآور شد که نزدیک به 2 سال از زمانی که گوترش دستور کار اقدام در مورد آوارگی داخلی را آغاز کرد می‌گذرد. وی در ادامه گفت که افراد آواره در نتیجه بلایای طبیعی در مدت کوتاهی به خانه‌های خود بازگشتند، اما قربانیان درگیری‌ها در کشورهایی مانند سوریه و سومالی سال‌هاست از خانه‌های خود دور ماندند. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز می‌گوید تعداد افرادی که در دنیا به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت خانه‌های خود را ترک کرده‌اند به 114 میلیون نفر رسیده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از 2,900,000 پناهنده در سراسر جهان در سال آینده به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت.